سلام و احترامات خدمت دوستای عزیز ما. امیدوار هستم که هر کجا که هستین کنار عزیزایتان تنتان سالم باشه، دلتان شاد باشه و روزای زندگی بر وفق مرادتان بگذره. عزیزا سلام، وقتی همه تان بخیر. امیدوار هستم و آرزو میکنم که حال همه تان عالی باشه و بهاری. آره خب دوستای عزیز، شاید برتون سوال خلق شده که چی گف است که ما یک کیک داریم و خود ما را مقبول ساختیم. مقبول شدیم ولی؟ آره نه خود دختر، فقط کالای وطنی پوشتیم، لباس وطنی پوشتیم. خب بازم همی کالای وطنی کم رسیدگی کردیم. آره کالای وطنی آدم مقبول تر می سازم. به خاطر دیگه عزیزا باید برتون بگویم که امروز ازی قرار است که تولد محمد رضا جان است، تاریخ 18 هود که برابر میشه با 8 مارچ که امروز است. خواستم یک تولد خیلی ساده داشته باشیم عزیزان، در ملک مسافرت دور از وطن همراه شما عزیزان، چون خانواده ما هستیم. کلن زندگی ما با شما یک جا رقم خورده و تولد محمد رضا جان خواستیم که همراه شما عزیزان تشکر کنیم. دوستای عزیز، راستش تولد ما 18 هود است که فردا میشه و 8 مارچ است که امروز میشه. از امروز همراه فاطمه جان میگم امسال از این پیش دوستای عزیز 8 مارچ و 18 هود یک جای میامد، با هم میامد، ولی امسال 18 هود فرداست و 8 مارچ امروز است. پس ما گفتیم خب وسط روز میگیریم دیگه، هم در فردا سهیم شویم هم در امروز. اره. و دوستای عزیز، ما بر محمد رضا جان تولدش امی امسوب ساعتای 2 بجه صبح بود که من برش تبریکی دادم. اولین آدمه. آره و می فهمم که شما عزیزا هم بسیار برش تبریکی حتما می دین که از طریق عزیز همی برنامه من از طرف شما هم بر محمد رضا جان تولدش تبریک میگم. امیدوار هستم که هزاران سال عمر کنند، عمر با خیر، عمر با برکت، عمر پر از شادی کنار فاطمه جان. چرا که نه انشالله. دوستای عزیز، من امسال چند سال هستم فاطمه جان؟ امسال راستی شده یا مزدقی شده؟ 52 در ویدیو قبلی من 52 چند ساله کشیده بودیم؟ 55 ساله. دوستای عزیز، عمر زمانی ما 55 ساله، یعنی ما 55 سال شاید هر آدم افغانی شاید وقتی 30 سالگی یا 20 چند سالگی میرسه در قدمو 55 سال بیشتر زندگی زمانی کده، یعنی یک روزش گاهی وقتا سر یک آدم افغانی 3 روز 4 روز تیر شدنه. آره. ولی حقیقتا من 28 سالم شد دوستای عزیز، یعنی امروز ما 28 ساله شدم دیگه. 28 سال زندگی، 28 سال تجربه، 28 سال راستش خوشی تمام چیز در این زندگی دیدیم دوستای عزیز، ولی بدبختانه که ما نسل جنگ بودیم، یعنی در جنگ زاده شدیم، در جنگ بزرگ شدیم و در جنگ آواره شدیم. امروز از یک طرف خیلی خوشحال هستم عزیزان، چون در کنار فاطمه جان هستم عزیز دلم، و از یک طرف یک کمی دل آدم میگیره در روز تولدش. هر کسی که باشه در روز تولد خود تمنا داره یا میخواه یا آرزو میکنه که آدم های بیشتر در کنارش باشه، دوستای بیشتر در کنارش باشن، خانواده باشن. ما شاید اولین یا دومین تولد زندگیم است که من پالوی خانواده خود نیستم، پالوی پدر جان و مادر جان نیستم، گرچند که در وطن در روستاها تولد به اون شکل خیلی اساسیش تجلیل نمیکنه، ولی اما محبتش هست. صبح که میخیزیم پدر جان میره ورقای قرآن هم میبینه و تولد تمام فرزندهای خود که اونجا نوشته میبینه و میبینه که تولد ما هست، مثلا اونا یادش هست، میره میبینه که دقیقا 18 هود یا 8 مارچ. بعد میای بسیار ساده میگه بچه این تولدت مبارک، یا مادر میگه میگه بچه این تولد مبارک، یک باغوش میگیره یک میبوسن و این قشنگ دوستای عزیز. اما
چی کنیم که سرنوشت ما در کل سرنوشت آدم‌های افغانستانی زیاد قابل پیشبینی نیست. شاید هرچند دل خود بزرگ بگیریم شاید نتوانیم مقاومت کنیم، شاید نتوانیم اونجا تحمل کنیم. به همون خاطر در این تولد از پدر جان دور هستیم، از حاجی بابا، از مادر جان، یعنی از پدر جان و مادر جان فاطمه جان، یعنی در کل از خانواده خود دور هستیم. و یک جای شکر وجود داره عزیزان، وقتی امیال امی تولد ما تجلیل میکنیم فکر میکنیم که شما عزیزا پهلوی ما هستین، شما کنار ما هستین، بودنتان احساس میشه دوستای عزیز. و ما بابت این مسئله خدا رو شکر میکنیم. یعنی ما 30,000 همراه داریم، 30,000 انسان خوب، انسانی که دلش برای انسانیت میتپد، دلش برای دوستی، برای صمیمیت، برای محبت. ما همیشه گرمی صمیمیت، گرمی محبت و دوستی شما را عزیزا همیشه حس کردیم، همیشه و همیشه. و امروز که ما تولد ماست دوست عزیز، گفتم از یک سبب ناراحت هستیم، به این دلیل که دور هستیم از خانواده، دور هستیم از وطن، دور هستیم از سرزمینی که اونجا زاده شدیم، سرزمینی که بزرگ شدیم، سرزمینی که تمام چیز خودم، فرهنگ خودم، سواد خودم، علم خودم، دانش خودم، هر چیزی که داریم ما از اونجا گرفتیم، ولی امروز دور هستیم. ولی از طرف دیگه خوشحال هستیم چون شما عزیز رو دارم. آره دوستای عزیز، ما یک چیز امروی تان میخواییم شریک بسازم. من و محمد رضا جان وقت عروسی کرده بودیم، من یک تاریخ که دایم میخواییم بیادم باشد تولد محمد رضا جان هستم. میخواستم که ایچ وقت یادم نره، چون مثلا بعضی ها هست انسان از گرفتاری پیش میاد، روز تولد عزیزترین کسی یادت میره. آره. ولی من امو زمان های تازه ازدواج کرده بودم، خیلی خوشحال بودم که امسال میتونیم هر دو خانواده، خانواده من، خانواده محمد رضا جان، تولد رضا جان با هم امروی شما عزیزا تجلیل کنیم. ولی متاسفانه زندگی غیر قابل پیش بینی است، اصلا تصور نمیکردیم که نباشیم امروز کنار هر دو خانواده ما نباشیم. ولی خدا رو شکر که شما عزیزا هستیم، بس که شما عزیزا را داره. آره دیگه عزیزم، از فاطمه میپرسیم که در یک سال زندگی با رضا چی احساس داشته؟ مثلا ما خبرنگار هستم، از تو میپرسیم که حدودا یک سال که نشده، 8 ماه زندگی با کسی که امروز تولدش است چطور گذشته؟ خوب بوده؟ بد بوده؟ تو را زیاد جگر خون ساخته؟ خب دوستای عزیز، من چند وقت پیشم در محمد رضا جان گفتم که وقتی از مثلا از من کسی پرسان میکنه که تو چند سال هستی، من با واقعیتش یعنی در سنی که فعلا قرار دارم، وقتی که میخوایم بگویم یک رقم احساس ناراحتی میکنم. به چی خاطر؟ به این خاطر که ما به اندازه سن ما زندگی نمیکنیم. ولی اگه کسی از ما پرسان کنه که چند سال زندگی کردی، یعنی امو روزایی که خوب بوده، خوش بودی، من میتونم بگویم که 8 ماه. همین دوستای عزیز، این رقم از خوب زمان ها فرق میکنه، زندگی فرق میکنه، شرایط فرق میکنه عزیزم. امیدوار هستم که هر کسی در زندگی خود یک هدف تعیین بکنه و بابت هدفی که تعیین کرده هزینه کنه، هزینه زمانی کنه، ارزش گذاری کنه و به سویش بره و برسه. و خیلی خوب است که در بین تمام آرزوهای ما آدم ها کمک به هم دیگر، صمیمیت، مهربانی، محبت هم شامل باشه. همیشه هدف ما پول نباشه، همیشه هدف ما ثروت نباشه، همیشه هدف ما جایگاه و مقام و جلال نباشه. ما اگر بتانیم، ما فکر میکنم بیشترین و بهترین آرامش را که انسان میتونه و دست بیار از کمک به امنوانش است. ما اگر بتانیم دست کسی را بگیریم، اگر بتانیم کسی را از زندگی بد فلاکت بار نجات بتیم، یا لاقل زندگی شکم بهبود بتیم، کمک اگر بتانیم، ما فکر میکنم کار بزرگ کردیم، آرامشی خیلی خوب را نصیب شدیم. و وقتی ما خیلی کوچک بودم، خیلی گفته چیک ریزه بودم، هدف ممی بود
میگفتم اگر ازدواج هم بکنیم یک هدف بر زندگی خود تعیین بکنیم، یک هدف بزرگی که هر دوی ما به اون چی شویم، زودتر برسیم. و ازدواج هم بر نظر ما، البته دوست عزیز، من میگم ازدواج وقتی میکنه آدم، بلکه باید ازدواج کمک بکنه که ما تعجیل در مسیری که ما میریم به سوی هدف خود تعجیل وارد کنیم، ما زودتر برسیم. نه اینکه ازدواج یک ساعت یا یک بانه برای رسیدن به هدف خود بدانه. ما خوشبختانه ده هشت ماهی که با فاطمه جان زندگی کردیم، هم به فاطمه معلوم، هم به شما معلوم، هم دوست عزیز، ما همین مسیر را که تعیین کردیم خوب پیمودیم. یعنی خیلی جای خوشبختیه و از بزرگی یعنی خانم نازنین دوستش دارم عزیزم، عزیزه بریم. و امروز که در تولدم کنار من، امروز که در تولد شما عزیزم ما را میبینین، خیلی خیلی حس خوب دارم دیگه. زندگی هست، مشکلات هست. راستش ما گفتم پیشتر 55 سال دوست عزیز یک آدم افغانی درد میکشه در حقیقتی که 28 ساله. من یادم میاد از دوره کودکی که پدر جان مریض بود، خدا رو شکر حال خوبه، و بعدش مریضی های مادر بزرگ، که مادر بزرگ بر من خیلی عزیز بود، و بعدش مشکلات های دانشجویی و کار و بیپولی و سرگردانی. یعنی من وقت زندگی رو میبینم قدر در حالت نوسان بوده، گاهی خوب گاهی بد، که تعجب میکنم خودم که چطور یک آدم میتونه از این همه مشکلات بگذره و به مرحله برسه که از خودش، از جایگاهش، از خانوادهش، از دوستاش، از خلاص از هدفی که تعیین کرده راضی باشه. و عزیزا اینجا محمد رضا جان یک چیزا نگفت، اگه ما خیلی خوب پیش رفتیم در این مدت 8 ماه به خاطر خودشان بودن، چون خیلی مرد خیلی خوبی هست. البته من ایرا خیلی همی از صمیم قلب از تای قلب میگم درگه عزیزا، من اگه با امو تو زبان ساده بگویم، محمد رضا جان خیلی خوبه و من هم همچنان دوستش دارم. خب انشالله 1000 سال عمر کنی. دوست عزیز، یک کیک بسیار ساده گرفتیم، یک دودن نوشیدنی ساده، یک چراغک ساده، یک قابک ساده داشتیم اینجا. باز شمع روشن کنیم چطور؟ آره من روشن کنم. به سلامتی آقا رضا و سلامتی فاطمه و سلامتی جمعی ما دوست عزیز. شم روشن شد دوستای عزیز. چرا شم روشن میکنه روی کیک؟ فلسفی شم من نمیفهمم دوستای عزیز، ولی فکر میکنم شم، آب شدن شم، زندگی ما آدم ها رو نشان میده. آدم وقتی یک دقیقه یا یک لحظه به یک شم خیره شوه، پی میبره که زندگی شبیه آب شدن شم کوتاه، زندگی شبیه هر لحظه هر قطره که شم پایین میره و قدش کوتاه میشه. من فکر میکنم این همی زندگی ما و شما نشان میده دوست عزیز. یک انسان، یک بشر، ما میاییم روشن میکنیم، بزرگ میشیم، اما دوباره تمام میشه، خاموش میشه. خب قبل از اینکه شما خلاص شون، محمد رضا جان یک آرزو میکنه و اینا رو خاموش میکنه. آرزو در دلیم یا بیانم بکنی؟ میتونی بگویی یا میتونی که بدلت آرزو کنی. اولین آرزوی من دوستای عزیز ای است که امیدوار هستم وطن ما امنیت بیایه، وطن ما آزاد شود دوستای عزیز. وطن ما امروز اصادف به 8 مارچ هم از روز زن، بر تمام زنایی که ما رو میبینم و فاطمه جان تبریک میگم، انشالله که تمام زنای مبارز جهان و سلامت باشم. امیدوار هستم در وطن ما زنها مثل سابق، مثل 5 سال پیش، مثل 3 سال پیش مستقل شوند، سر کارهای خود برگردن،
زندگی در افغانستان جاری شود تا هیچ کسی طعم مهاجرت، طعم مسافرتی از روی مجبوری را نچشند و تحمل نکنند. دوست عزیز متحمل نشوند. بیشتر از این آرزو چی میتونه آدم داشته باشه؟ و آرزوی دیگه ای من دوست عزیز سلامتی شماست، بودن شماست. امیدوار هستم بودنتان پایدار باشه، عمرتان طولانی و خوشی هایتان همیشه و همیشه فراوان. هرچند خوشی که در دنیا وجود داره دوست عزیز تجربه کنه و دعا میکنم هیچ عزیز را از دست ندیم در زندگی. همیشه در کنار عزیزانتان باشه، جمعتان جمع صمیمی و خوب و به امید آبادی، آزادی، امنیت وطن عزیز ما و به امید بهبودی زندگی تمام مردم عزیز ایران که امروز در ایران زندگی میکنیم دوست عزیز، آب و نانشان میخوریم، هوایش تنفس میکنیم، برای تمام ایرانی ها هم آرزوی سلامتی میکنم، آرزوی روزهای خوب، روزهای عالی و روزهای خوش. و دوستای عزیز محمد رضا جان، خارزوی خدا کت، من هم 8 مارس برای تمام خانمایی که بیننده ما هستن تبریک میگم. امیدوار هستم که یک روزی برسه که تمام خانمهای جهان بخصوص افغانستان ما آزاد باشن، شاد باشن و موفق باشن. آره عزیزم، زنها ما همیشه شعاریم، زیاد دوست ندارم شعار برابری بتون، یعنی که زنها هرچند بگوییم باز ما فکر میکنم با این کلمه آدم گاهی ناخواسته تبعیض قائل میشه که زنها برابر هستند. خب بدون حرف هم زنها برابر هستند، زنهایی که مبارزه میکنند، زنهایی که امروز دانشمند هستند، زنهایی که امروز سیاستمدار هستند، پس سهمی در جهان ما، سهمی در سیاست ها، سهمی در کارها، سهمی در تمامی چیزایی که ما میبینیم داره دوست عزیز. پس زنها همیشه پایدار بمانند، نه تنها در 8 مارس بلکه همیشه. من فکر میکنم روز زن. خب عجله دارم. خب دوست عزیز فوت میکنیم شمع، امیدوار هستم تمام بدبختی ها مثل اینمی شمع خاموش شد انشالله. آره و سلامتی ما و سلامتی شما و سلامتی جمع ما. تولدت مبارک محمد رضا جان. ممنون فاطمه جان، فاطمه جان دیوانه. دوست عزیز بعضی ها میگه شما اصلا صمیمی نیستین، ولی بیشترین اذیت من فاطمه رو میکنم، که وقتا اعصابش خراب میشه دیگه. آله نوبته شم هاست. بعد نسک دارید فاطمه جان که کم داخل رو قیچی کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بازم مبارک باشه، سلامت باشه عزیزم. دیگه استاد عزیز قاشق هم داشت من داشتم با دیست بگیرم. آره اتاق مسافری است دیگه. اول من؟ آره خیر. این شم که قیچی کردم به دانه یک دهی خود دادم با اینی که خیلی تکرار شده، ولی من فکر میکنم چیزی که حال آدم خوب میکنم. کاغذ هم بدیم. من دوستای عزیز شاید پرسون کنین یا سوال برتان خلق شده که هدیه تولد کجاست؟ آره باید بگویم عزیزا که در مورد هدیه تولد من دیروز با محمد رضا جان گپ زدم، گفتم که چی برای بگیرم، چی میخوای، چی نداری، ولی محمد رضا میگه که چون هم روز 8 مارس است و هم تولد من، میگه من برای تو هدیه، تو برای من هدیه. آره دوست عزیز و دیگه همین چون من فاطمه جان همیشه با همیم، نمیشه که مثلا یک برنامه سپرایزی داشته باشیم. همین اتاق مسافریه، اتاق مسافرت دیگه. این همینجا هستیم، با هم هستیم، با هم مینوشیم، با هم میگردیم، با هم بیرون میریم. پس سپرایزی در وسط نیست. خانه خود آدم باشه مثلا
شاید خود آدم باشه شاید بیتونه این کارو کنه. و یک چیز دیگه هم گفتیم ما امروز فاطمه جان گفتیم حالی زندگی ما تو شریکه، سرمایه ما تو شریکه. پس عدی تولد ما تو بعد برش گفتم اگر قرار بر ما بگیری چقدر ارزش داره، بعد گفت این مبلغ، من گفتم خب همین مبلغ لاقل نه یکی چی کنیم پتکه کنیم یا مثلا فخر بفروشیم. گفتیم همین 90% می هزینه یا مبلغی که برای هدیه تولد ما میگیریم همیرم روان میکنیم افغانستان به یک خانواده لاقل یک بوتل روغن شوه، یک پیپ روغن شوه و یک کیسه برنج و یک کیسه آرد. اگر این همیقدر رو بیتانیم اوتو عالیه. بعد فاطمه جانم گفت قبوله، پس به این مناسبت ما هدیه تو هدیه ما این مبلغ روان میکنیم و امیدوار هستم که مبلغ ناچیز و کم هم لاقل 10 روز شکم خانواده را سیر بکنم. دیگه عزیزا 28 سال شدم، 28 سال تجربه ولی 50 سال درد، 50 سال مشکلات. زندگی همه ما افغان هست که دوست عزیز، اگر عمر واقعی ما 28 سال باشه یا 25 سال باشه، در قدم 50 سال ما و شما به قدر کافی رنج کشیدیم و امیدوار هستم که دیگه رنج ها تکرار نشوه. و من 28 سال هستم و امیدوار هستم چند سال دیگه هم زندگی کنم برای جامعه، برای انسانیت، برای کشور، برای قاره خود، برای جهان، برای تمام آدم ها مفید واقع شم، برای محیط زیست که یک از اهداف بزرگ زندگی من بهبود محیط زیسته. نمیفهمم که من کار میتونم یا نمیتونم، ولی تمام تلاش خودم میکنم که مفید واقع شم برای تمام آدم های روی زمین. یعنی حرف ما بود، پیام ما بود دیگه. یعنی هم از تجلیل ما دوستای عزیز ممنون، پیشا پیش ممنون از فرد فردتان، ممنون از یک یکتان که تولدی این بنده حقی را شما تبریک میدیم. آره دوستای عزیز، من و محمد رضا جان خواست همه که ما را برداشتیم. اینی قسمتی که مانده مربوط شما عزیزان میشن، هر کسی که میتونست بیاین و سهم کیک خدا برداره با ما یک خبر بده. اینمی کیک و اینمی خوشحالی که امروز شما شریک ساختیم در خدمتش است. عزیزا برای تمام عزیزای ما، عزیز من، عزیز شما که روز تولدشان تجلیل میکنیم، امیدوار هستم که عمر طولانی داشته باشن، عمر با خوشی، عمر با رضایت و سعادتمندی و سلامتی. آره عزیزم دیگه برای آخرین حرفای ما و برای که پیام دیگه هم داشته باشم به شما عزیزم، ما میگم در زندگی هر هدفی که داریم دست نکشیم. دوستای عزیز، دست کشیدن از هدف به معنای تسلیم شدن و ما اصلا طرفدار تسلیم شدن نیست. زحمت بکشین، زحمت تا نتیجه میته و میرسیم. امروز نشانی که تولد ماست و فاطمه جان پهلوی ماست که شما هر هدف را که تعیین بکنین در زندگیتان میرسیم. تلاش بکنیم، برنامه ریزی دقیق داشته باشیم و ابعاد هدف خود بسیار کامل سالم دستبندی کنیم، میرسیم. هیچ گپی نیست. پس ما و فاطمه جان هماره و همیشه شما عزیزا و نازنینا را دوست داریم.